عریق 600 میلیون افغانی پول کهنه توسط بانک مرکزی سالی طالب همچنان منفور شده که هیچ آدم حاضر نیست با آنها کنار آید طالبان با گفته های وزیر داخلی پاکستان واکنش نشان داد قطر و کویت کمک های استراری به مردم افغانستان فراهم می کند پیام تازه حامد صیفی یکی از فرماندهان مقاومت به مردم افغانستان حمله خونین جبهه مقاومت بالای طالبان در خیخانه کابل با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخرین این ویدیو با ما باشید حریق 600 میلیون افغانی پول کهنه توسط بانک مرکزی بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس قانون این بانک 600 میلیون افغانی بانک نوت حریق شده است در خبرنامه بانک مرکزی که شنبه 16 دلبه منتشر شد به نقل از عبدالقدیر احمد معاون بانک مرکزی آمده است که طی ماهای اخیر این دومین بار است که بانک نوت های کهنه حریق می شود و از مردم خواسته است تا این داد و ستد و معادلات اقتصادی به حفظ بانک نوت ها توجه کنند تا تو از کهنه شدن زود هنگام آنها جلوگیری شود بانک مرکزی اوایل هفته گذشته اعلام کرده بود که بر اساس قانونی این بانک 150 میلیون افغانی بانک نوت حریق شده است. سالی طالب همچنان منفور شده که هیچ آدم حاضر نیست با آنها کنار آید. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان طالبان را منفور شده خواند و گفت که هیچ کس نمی خواهد با آنها کنار بیایند. با گزارش سپوتنیک امرالا سالی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در برگه فیسبوک خود نگاشته است که طالب چنان منفور شده است که هیچ آدم غیر از طالب حاضر نیست با آنها کنار آید او همچنان گفت هیچ کشور حاضر نیست لکی سیای شناسایی طالب را بر جبین بزند هر یک منتظر دیگر است که این تعم تلخ و بدبو را اول بچشد طالب همچنان زش و بد نام است آقای سالی گفته است که شمار شهروندان افغانستان یا در جنگ با طالبان است یا از دست طالبان به دیگر کشورها فرار می کنند. همچنان افزوده است آنهایی که نه در جنگ است و نه در رای ترک وطن در اسارت به سر می برد و برای دستیابی به فرصت مبارزه و یا ترک وطن لحظه شماری می کند. معاون پیشنی ریاست جمهوری در ادامه این نوشته خود علاوه کرده است که اعلامیه های این گروه دروگو و بیسر هر روز مسخره تر می شود. او در اخیر یک بار دیگر گفت که ملاحی بطلا مرد است و طالبان درباره زنده بودن او خبرهای دروغین به نشر می رسانند. وزیر خارجه سابق آلمان به دلیل وضعیت افغانستان قصد استعفا داشتم. وزیر خارجه پیشین آلمان می گوید سال گذشته میلادی پیش از برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل وضعیت افغانستان میخواست استعفا، استفاده هد. ماست در مصاحبه با روزنامه آلمانی گفته است که او با نامزد پیشین مقام صدارت و صدر کنونی آلمان در این باره سخن گفته بود وزیر خارجه پیشین آلمان توضیح داده است اگر کسی هر روز در روزنامه ها بخواند که باید از مقامش کنار برود در این صورت خواه نخواه در این مورد نیز فکر می کند او افزوده که او آماده کنارگیری بوده است و این موضوع را به او پیشنهاد کرده بود اما آنها مشترکاً به این نتیجه رسیده بودند که این اقدام در آن موقع تصمیم نادرست خواهد بود او گفته که در یک وضعیت نظامی و انتقال مردم ملکی از افغانستان کنارگیریش پیش آمدها را باز هم پیچیده تر می کرد این اقدام قبل از همه به ضرر آنهایی تمام می شد که در افغانستان به کمک های ما امیدوار بودند اکثر دولت های غربی به خاطر چگونگی خروج از افغانستان تحت فشار است آخرین نظامیان خارجی در 31 اگست افغانستان را ترک کردند زمانی که طالبان کابل را تصرف کرده و صدها نفر همکاران نظامی خارجی در افغانستان جا مانده بودند طالبان به گفته های وزیر داخلی پاکستان واکنش نشان دادند حکومت سرپرست طالبان گفته های وزیر داخلی پاکستان را درباره افتادن تجهیزات نظامی بر جامانده ناتو در افغانستان به دست تحریک طالبان پاکستان رد می و گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان تاکید می‌ورزد که به هیچ گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده نمی شود و از قلمرو این کشور در برابر دیگران کار گرفته نخواهد شد بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان گفت ما اطمینان میدهیم و تعهد مسپاریم که از خاک ما برای هیچ کشور آسیب و کدام تهدید متوجه نیست و مشکلات که در داخل پاکستان است آن مشکلات درونی خود آنها است ادمینان طالبان از توضیح شفاف کمک های انسانی در افغانستان عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان می گوید که کمک های بشری در افغانستان به گونه شفاف توضیح خواهد شد معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان این موضوع را شنبه 16 دل و در دیدار با ماون هماهنگی کمک های بشر سازمان ملل در افغانستان مطرح کرده است سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در رشته تیویتی گفته است که عبدالسلام حنفی ماون اداره رئیس الوزرای طالبان پیش از ظهر امروز با ماون هماهنگی کمک بشری سازمان ملل و آیت همراهش در ارگی ریاست جمهوری دیدار کرده است همچنان فرمانده حامد صیفی طالبان ترورست دوباره از مرکز قطعه سرخ خود را در پنجیر خواستند سوگن خورده ایم که حتی قطعه سرخشان را همراه سنگ از بین خواهیم برد در اول یک پراگندگی بود چون ما دشمنهای داخلی را نمیشناختیم. حالا همه چیز روشن است بگذارید تمام فوج پنجاب را هم بیاورند دستشان خلاص قطر و کویت کمک های استراری به مردم افغانستان فراهم می کند. جمعیت الال احمر قطر و کوید کمک های استراری و پزشکی را به مردم افغانستان فراهم می کنند. و گزارشی سپودنیک به نقل از رسانه ها. رسانه های قطری شنبه به شانزه دل و گزارش دادند که این دو نهاد توافق نامه همکاری دو جانبه را برای کاهش درد و رنج مردم افغانستان به امزار رسانیدند. جمعیت های الال احمر قطر و کوید توافق کردند که برای بهبود وضعیت صحی 4500 خانواده را در ولایت های کنر، تخار و زابل که در اثر جنگ ها و حوادث طبیعی آواره شدن کمک نمایند. همچنان تازه در حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی و درگیری شب گذشته با طالبان تروریست و اشغالگر پاکستانی در منطقه کوتل خیرخانه در شمال شهر کابل بیش از صد طالب مسلح کشته و زخمی شده است گرفته شده از صفحات مجازی رسانه ها